اکبر جون چه مصیبت ها، حالا باید چه کار کنیم آقا کیانی؟ شما که اتفاق خاصی نیفتاده که. قدیما به سربازی میگفتن اجباری، من خودم هم سربازی رفتم دو سال. چی فرهاد جانم میره میاد، اصلا مسئله اینی. اتفاقا میگن سربازی آدمو مرد میکنه. میزنم تو حلقت که او سیب خرخرت قورت ودیا، یعنی من مرد نیستم بابا؟ یعنی میگم منظورم اینه که آدم میره سربازی قوی میشه. ها منظورت علایی بود که من قوی نیستم، میخوای بریم با هم کشتی بگیریم ستون فقراتتو خورد بکنه؟ به من چه بابا؟ اوه کیانوش، تو بگفتی که ورفته بیدی سربازی ها؟ آره من دو سال رفتم سربازی، اتفاقا هیچ خاطراتی تو زندگی آدم خاطرات دوران سربازی نمیشه. اوه منظورت این بید که خاطرات سربازیت از خاطراتت با من بهتر بید ها؟ البته که نه، میگم اونم خوب بوده، خوب بوده اونم. و گوام کیانوش وشه سربازی رو بخریم؟ ای بابا شما هم که همه چی رو میخواییم بخریم که، مگه سربازی میشه خرید؟ اگه قیمتش بالاست و گوچانه و زنیم حل بشه. میگم سربازی رو نمیشه خرید. خب بچو یعنی جوانم از دستم وره؟ اشکال نداره مو، هر کسی یه جوری میمیره ورد، یکی انشی منگز میزنه ورد، یکی نوچوفسکو میپره به حلقش ورد، یکی هم سربازی میره ورد. چرا گریه میکنین؟ مگه میخواد بره بمیره؟ داره میره سربازی دو سال میاد. خب تو جنگ که چیزی معلوم نبید، یه موقع دیدی یه تیری از یه تفنگی در ورفت و خورد وسط چشمای این ومون. به این زبونتو گاز بگیر دختر، دلم ریش بشه. اصلا چه ربطی داره؟ این داره میره سربازی، جنگ که نمیره که. هرچی فکر بکنم این یه نمه شوت وزنه، سه ساعت داریم گپ وزنیم، این معلوم چی وگوه؟ ای بابا آقا من میگم منم رفتم سربازی، جنگ نرفتم. مگه وحشه اجباری جنگ نداشته بید؟ مثلا اینکه شماها الان قاطی کردیم. ببینین یک مقوله دیگه است اون، ببینین کاملا دوتا مقوله است، جنگ و سربازی. هر کی میره سربازی دلیل نداره بره جنگ که. پس چرا جوان مردم رو ببرن اجباری؟ بیکار بیدن؟ میگم اون یک مقوله دیگه است، اصلا این دو تا مقوله خودتی ها. فکر نکن به زبان خودت فوش و دیوان ما نفهمیم. ای بابا بذارید من اینجوری توضیح بدم. ببینید اصولا فلسفه سربازی آمادگی قوا و نیروهای نظامی برای آمادگی در برابر حمله احتمالی دشمنه. نفهمیدی؟ نه. ببینید شما فکر کنید که شما رو میبرن اجباری، خب در اونجا شما با تاکتیک های جنگی و سلاح آشنا میشین و با نظم و انضباط و دیسیپلین در یک فضای سیستماتیک نظامی آشنا میشید که اگر فردای روزی نیروهای بیگانه خواستن به ما حمله بکنن آمادگیشو داشته باشیم از خودمون دفاع بکنیم. نفهمیدی؟ نه. هرچی فکر بکنم اینم این فرنگی خوب حرف از خودش در بکنه. حالا اینا مسئله ای نبید، موریم سربازی حبی که میگی اجباری، شاید این عشق ای آتش ای عشق درم کشته بشد. آخه من نبفهمم چطور نوشد این یاور تقلو رو بخرید، هر کسی یه قیمتی داشته بی. حالا شانس ما زده این آقا درست کار از آب در اومده اینجا. قدم بعدم برد از هرچی آدم بچه مثبت و درستگاره، همه جان وخوام منو ببرن جنگ. قربونت ورم، من چی کار بتونم برای تو برکنم؟ هیچی. من وقت ورم و میرم اینجا دختر بیوه و شدم. سردار آقا ساعت آقا ببین هی دارم دستگاره بکنم. بشیم ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم آقا. یه حمله میکنه به این. یه عمری با عزت و شرف اینجا زندگی بکردم، هر حال دلمون بخواست بکردم، حالا یه چورمک برمده اینجا برای من قانون گذاره بکنم. جان نسار زبونتو گاز بگیر، این افتخار برده بیست که زیر قانون نرفته بی. آخه شما چی میگی؟ شما به نظر من که این خیلی خوب بید. خوب بود میدونی همینطور اگه پیش بریم برده یه شهر متمدن بشه. باز تو شمل برمده حرف اضافی از خود درو کردی. از اون وقت که ورفته شدن یه حرفای سیاسی از خوش درو کنه، من زن سیاسی نبخوام همه جانم به درو کنم. حالا فکر بکنید باید چی کار وکنی؟ هیچ. یارو ترغلو بگفته که فردا همه جمع بشن میدان برره، میخواد ما رو اعزام وکنه جنگ. جهنم.
باشید بکن دارم بیان همه رو بکشن اینا کیان؟ دشمن خطرناک میریم ای خاک بچون برای بکن تو چرا اینجا برماشدی؟ دشمن همه خاکی برادر رو بگرفته همه رو دارم بکشن بوها مسیر بشده فرار بکن تا گور به گور نداشدی بوها اسیر شده بی؟ یاها کار ارتش سرخ چی بی؟ همه راه بای بودایی رو بکشن فرار نکن ارتش سرخ چی؟ تو اینجا چه بکنی چورمن؟ میدان اسیر برادر رو بگرفتن با این برادر تسلیمت شدن تو چرا اینجور حرف بزنی براره ای حرف بزنی؟ من زبانش هم اینجوری حرف بزنیتم بچوک! تا جانتو در نمکردن میدان براره را آتیش بزدن بوامه گرفتن وگوهم من برم جنگ مثل یه قهرمان و میرم آره این قهرمان اگه من برم جنگ مثل یه قهرمان و میرم همه یه براره به من افتخار بکنه خب جنگ کجا بود بگی بخواب نسلای بعدی وگوهن شیر فرهاد رفت جنگ بعد مرد افتخار و کنن هی به من افتخار و کنن باز دوباره هی به من افتخار آره هی افتخار میکنم به تو رو همین را به را ببین تو این بیخواب مریض میشی شب و نمیخوابی منم میکشی بگی بخواب وخوابی من و گوهم اگه مورم جنگ و میرم ای لیلون زن نوشد نه نوزارم من نوزارم نه لیلون عاشق من بید هر روز میاد سر گور من برام خودش عشق در بکنه من خودم هم میام سر گورت خودم میام سر گورت حالا و خوابیم من میخوام بقیه خوابم ببین بابا بمیریم خواب ببین تو نمیدانی که من تا کجا او خواب و دیدم من از کجا بدونم به من چه تا کجا شد خدا از شیر فرهاد به خوشی یاد کنین با اجازه نه با اشغولانمون چی شیر فرهاد تو باید بیدار شی چی ها من یه چیزی یادم رفت بگویم بعد من زن هر که خواستی و شو اما زن این چرمنگ نشو نه بگویم که آقایون یکی یکی بفرمن تو یه برو تو بفرمایید. شما
شما کجا داری میری؟ من وخوام برم خدمت اجباری. خانم ها که نمیتونم برم خدمت اجباری. این چه قانونی بیت؟ من وخوام برم جنگ، وخوام از مامه میهن دفاع بکنم. ها نه وخواد، تو همون برو از بوهای میهن دفاع بکن. میشه دانه ببندین چرمنگاه. من مطمئن میدم یه روزی برسه که زنها هم بتونن برن سربازی، بتونن رای بدن، بتونن پشت فرمان ماشین بشینن رانندگی بکنن. حالا به موقع حالیتان بشد. بفرمایید. اگه کوفت و مرضی داری به کمیسیون پزشکی بگو، اگر هم نداری بگو که دفترچه تو رو مهر بکنم. جدی؟ من دیکس کمر دارم، دو دفعه قلبم با ایچی نبید. چیزی نبید، برو برو بیا، دفتر شده بگی برو. هلا نفر بعدی. اگه مرز داری به کمیسیون و پزشکی بگو، اگه کفتا سرگاری هم نداری بیا دفتر شده بگی. من کر بیدم. کر بیدی؟ ها من کر بیدم. یعنی چی نمیشنوی؟ ها اگه وگو یک کلمه وشنه ها نوشنوم باور بگو. از خودش دروغ در بکنه. دروغ در بکنم. سر کن بگو. از کجا فهمیدی من دروغ در بکنم؟ از خودم. من دکترها یه فرقی با شما آدم های عادی باید داشته باشیم. نه از خودم فهمید. آقا تو را یاور تو رو میدستم به دام. من نمیخوام برم جنگ. مشکل چی بی؟ من فقط سرم درد بکنه. باشه بیا دفتر شده بگی. قربان فگردم، من اصلا اهل دروغ و نیرم نیستیم بقیه نبیدم. من رو راست میخوام وگم که حال خدمت رفتن نداشته بیدم. بلازم به این صداقت. بله من نوبینم. نوبینی؟ و کشتن من شما از بس که تمارز میکنی. یکی اومده میگه سکته کردم، یکی میگه من فاصله من درد میکنه، یکی میگه باش بگم شو یه دفتر شده بگی برو. خب بنال حرفاتو بگو به کمیسیون پزشکی. ها من نمیخوام، من میخوام برم اجباری. میخوای بری اجباری؟ ها من میخوام برم یه جای دور، یه جایی که دیگه اسمی از من نباشه. ای پدر عشق بسوزه. خب بنال ببینم چه مرگته. عرض و کنم این یا آقای دوران ببخشید لباس تموم شد. لباس تموم شد؟ بله. خب پس بگو ظرفیت تکمیل اعزام بعدی سه ماه دیگه. ظرفیت تکمیل پاش برگم شو بیرون. گم شو. الله. کلاهای مسخره چیه گذاشتن سرشون اینا؟ زجی خواه؟ بله قربون. اینا چیه گذاشتن اینا سرشون؟ قربون فعلا تو انباری کلا نداشتیم، گفتیم فعلا اینا رو بزنن تا بعد براشون ردیف کنیم. ببندین شتا بردارین اون کلاه رو دلقا کا. این چه وضع سربازی اومدنه؟ این چه کلاهی گذاشتن سرتون؟ بردار کلاه تا. اینجا بین شما کی سواد داره؟ من داشته بیدم. تو اسم چیه؟ بگوری برری متخلص به گیسو. متخلصت بخوره تو فرق سرت. تو از این بعد منشی ما هستی. درجوخا. بله قربون. این اسامی رو بده آقا حضور غیاب بکنه ببینیم بلده. بخون. بله. شیر فرهاد برره. ها. جان نثار بالا برری. اها. ملیجک بررو دابچنار. ها. داریوش باریش نیکوف برره. اها. ملول چال برره. ها. تیمور بوربولنس ج ها. نظام دیو برره ها. بگوری برری هم که خودم بیدم حاضرم. بسیار خوب. شما خورخیتک های شمپته شرمته کتکلا به همه چیز شما حق داری غیر از سرباز، ولی اشکالی ندارم. من از شما سرباز میسازم جوری که خودتون تو آینه نشناسید. متاسفانه من آدم بد اخلاقی هستم، اما اگر با من همکاری بکنید مطمئن باشید که سربازی به شما سخت نمیگذارم. باید سخت کوش باشید، منظم باشید، فرمانبر باشید، اما اگر بخواهید که از زیر کار در برید و تمارز بکنید و چه میدونم شمپت بازی از خودتون در بیارید، ها دیگه اونجا کلامون میره توی هم. شیر فهم شد؟ ها. ها دیگه چیه؟ وقتی من ازتان میپرسم باید بگید بله قربان. همیدین؟ ها.
به نظر میرسه که من با یک مش انسان‌های کتکلا سر و کار دارم، ولی اشکالی نداره. من از چوب خشک هم سرباز میسازم. اتفاقاً ام شاخی منم از خمیر اسب بسازه. بله، ام شاخی شما اتفاقاً از هر دو انگوشش یه دل هنر وباره. تو اسم چیه سرباز؟ مخلص شما نظام دو بدریه. اسم شما چی بید؟ اون وقت سنجوخا؟ بله قربون. سه روز اضافه خدمت واسه این کتکلا بنویس و یاد بگیره که خودش چجوری به ارشادش معرفی بکنم. چشم قربون. وقتی از شما ارشادتون سوال میکنه که اسمتون چیه، به عنوان مثال باید بگین نظام دو بدریه قربون. فهمیدین؟ سوال اسمت چیه؟ نظام دو براریه قربان. ابله اسم خودت هم بگو شمپت. مخلص شما هم تیمور. اسم شما چی بید؟ سرجوکا؟ بله قربان. دو روز هم اضافه خدمت واسه آقا بنویس. چشم قربان. امروز دم غروب استراحت ندارید، باید وایسی تمرین کنید تا سرباز بشید، آدم بشید و یاد بگیرید که چجوری خودتون رو به افسر ارشدتون معرفی بکنید. مفهوم شد؟ ها و زهر مار. سرجوخا؟ بله قربون. دو روز اضافه خدمت برای همه بنویسایی ها گفتن از سرشون بیفته. چشم قربون. حالا شروع به کار میکنیم. خبر در عجلو نظام. خب ببخشید، چرا عجلو نظام؟ خب از جلو شیر فرهاد. من پشت سر این نشیمنگز وایسم. ها برای اینکه من بالا برره‌ای بیدم. ها. این دفعه حرفای نجات پرستانه خودت در بکنی میزنم تو حلقت. ها تو غلط نکردی، پایین برره یه ساق نخود بخور حرف بزنی با من. دعوا نکنید. دعوا نکنید. چه خبره؟ یک دفعه دیگه من ببینم از این غلط ها میکنی شلوغ بازه در بیاره این سگ و گربه به هم دیگه بپرین، رخچمالتون میکنم، لحتون میکنم. ها ها یعنی بله قربان. نه یعنی ساکت. شمپت چرمت کتکله کتپوز کتپش به کتپرت همه شما بخورن. خب اگر من اگر به قاطر تا حالا یاد داده بودم، خب یاد گرفته بود. چه مثل شرفتنی هستم. خب میگم یک دو چپ راست، تمام شده رفت. دوباره میریم. بشمار برو. چپ راست، چپ راست، یک حواستون به خودتون باشه. خب رشا که مثل آدم به این زودیه یاد نمیگیرین، کار داره. حالا حالا ها فعلا به چپ چپ به راست راست با هم دیگه کار میکنین. خوب دقت بکنین. این به چپ چپ ها. وقتی میگم به چپ چپ آه آه، به راست راست آه آه. همینه. ها ها آه. زهر مار، زهر حلائل. هزار بار گفتم بگید بله قربان. به چپ چپ، به راست راست، به چپ چپ، به راست راست.
یعنی خاک بر سر کتکله و کتپرت همه شما بکنن. کسی که دست چپ و راست خودش نفهمه به درد لایم جرد و دیوار میخوره. خو یان پاسه این دست چپه، این دست راسته، این دیگه آموزش داره. شما باید ننگ ارتش هستید. اینجوری نکنم. یک کمی که شما را الان بنده تنبیه بکنم دستتون میاد که دست چپ کدومه، دست راست کدومه. بشین پاشو، بشین. بپا بشین. چیکار میکنن اینا؟ والا منم نمیدونم قربون. برپا 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 باشو. نه مثل که اینجوری نمیشه. شما یا خود پانه مسخره کرده یا منم مسخره کرده. وقتی میگم بشین پاشو باید درست بشینی، درست هم بلنشی سری. ها ببخشید آقای یاور، خب ایت تصمیمتان باید خودتان اول بگیرید که اگه قرار وشینیم که وشینیم، اگه قرار پاوشیم خب پاوشیم. ای برا خودتان بده. فردا توی برره وی گولنس که ای آدم تصمیم نمیتونه خودش بگیره، سست عنصره. ای استیل، ای سیبیل، قربان اون سیبیل بلاغوش در رفته برم. ببندون حلقه تا یلغوی. بشین پاشو و مسخره بازی در میارین ها. کلاخبر کلاخبر کرفتی چندون حساب دستتون میاد. کلاخبر دستتون رو بگیریم پشت سرتون بشینید. ها کلاخبر الان بازی کلاخبر دیگه بشین. بچه ها بشینید. گرد بشین. اول ما بگویم تو بگو. کلاق ها، گنجشک ها. اینا چه غلطه دارن میکنن؟ میدونم قربان. شیر فرهاد سرجو خان. بله قربان. اون تفنگ تا بده به من. خوبیت نداره یاور خان. میگم اون تفنگ بده من. زشته برای شما یاور خان. بده من اون تفنگ، بده لااقل من یک تیر تو پای این نامرد بزنم بلکه این جگر من خنک بشه. بده تفنگم. فردا میگم وی گولنش یعنی یاور کم آورده. میگم بده سرجو خان تفنگ بده من تا دو تا از اینا رو نکشم حالا راحت نمیشم. بذار بکشم اینا آدم. بده با حواستان به من باش. قزغلنگ گلاغ اینم از این تمام شد. چقدر شد؟ زیر یک دقیقه قربان. حالا همه یاد گرفتن؟ احسن احسن به تو ای یاور دلاور، ای افتخار ارتش برره، ای مارشال پتن. کی به تو اجازه داد حرف بزنی؟ سرپهلوی. قربان این حرف نبیچه، این پاچخاری بی. شما ای پاچتو شل وکن، این پاچخاری وکنه لذت شو ببه. بس دیگه بس دیگه، ببندن اون حلقتونه. خب یاد گرفتین همه؟ چی رو؟ همین تو خودتو، تو خودتو اول پاچی به اینجا ببینم یاد گرفتی یا نه. با تو هم باش. با تو هم خودت بیانه باز بستا که ببینم بلد شدی یا نه، یاد گرفتی یا نه. ای کجا رفت؟ ای آقا فکر کرده خیلی زرنگه. من از این زرنگ بازی زیاد دیدم. حواستون باش بگه سر یاور طغرل هیچ وقت کلا نمیره. به تمرگ ببینم. تو نمیخوای دست از این تمارز برداری مثل این که نه؟
تماروز چی چی بید؟ حالا بعدم بهت میگم چی چی بید. بگه بعد بندینا بازو بسته کن توفنگا. بگیر دیگه توفنگ چی چی بید؟ شروع کن وقت بگی. بله قربون گرفتم. قربون یه روب گذشت تمام شد. شرمنده این واز نوه شد. بیلتون یکم صف بید. بده من بابا. بده من رو توفنگم. سرجو خب. بله قربان. یک ماه اضافه خدمت براش بنویس. تو چشم قربان. بفرمان درستش برکرده ها بیا بیا ترجوخا. بله قربان. یک هفته اضافه خدمت براش بنویس. رو چشم قربان. چرا من که درستش برکردم چرا این حلقتا توفنگ دادم دستش به من سپاه مشک تحویل میده. برو گم شد تا تیر بارانت نکردم. قربان بفرمایید. یه چیزاش علاچه به نبستم. اینجوری قشنگترم بشد. اینم بچرخون. ها به او دست نزن پر بیدا. نگاه بکن این نوشه. نوتونه. جان اعلی حضرت میدم همه شما رو تیرباران بکنن. سه هفته اضافه خدمت برای این بزن. تو چشم قربون. سب کن نه نه نگاه کن من نمتونم اینو انجام بدم. خب این اصلا رو نمتونم ببندم ولی کارهای دیگه بلد میدم از خودم در بکنم. مثلا چه کارهای دیگه بلدی؟ حالا وگوام این ریتم مهم بید. برو ها ها خاک بچو یاور تغلور و ترکید. آخ جگر من سوخت. قربون دواست دیگه بالاخره می سوزونه دیگه. نون کتن برو خور خوتک برو. تو از همه اونا بدتری. بر خودت یک پنج ماه اضافه خدمت بزنم. بل قربون من که وظیفه نیستم که. من رسمی هم در خدمت تونم. آخه سوخت جگر من. یک پدر من از این براره. اینا دیگه کی بودن؟ اینا دیگه از کجا آمدن؟ اینا انسان هن جانور هن. اینا چی بودن؟ اگه شما یه خورده تحمل کنین اینا انقدر آدم هایی بدی نیستن. بدی نیستن. یک پدر من از اینا در بیارم. یک پدر در بیارم که از به دنیا آمدن و خودشان اینها آه جگر من سوخت یواشتر. اینا رو یک کار میکنم که از به دنیا آمدن و خودها اینا پشیمان شده باشن. بسیار خوب. در این لحظه مهمترین بخش آموزش شما شروع می شود. یعنی هرچی تا اینجا شما آموزش دیدین یک طرف، از این لحظه بعدش یک طرف. می خواهیم یک مانور انجام بدین. هایی و گویی که این مانور یعنی چه؟ مانور شمپت مانور یعنی تمرین و طراحی یک عملیات جنگی.
جنگ با دشمن فرضی. ها من و میرم برای جنگ با دشمن فرضی. حالا این چطور بیده؟ به این طریق بوده که شما باید اون تپه استراتژیک را تصرف کنید. اون تپه اسمش شمشاد تپه بیدهش، تپه استراتژیک پشت اون بیده. خیلی خوب، بسیار خوب. ما هدف ما تصرف همون چمچار تپه می باشه. بدون ترتیب نمیتونه درست تصمیم بگیره. هی حرفش عوض. اینجا روستای ما هست. عنصری بیده. اینجا یک جاده داره. دو تا تقریبا یک جاده داره. این جاده از اینجا این تپه، اینم بیابون و دشت ببینم. ما دو گروه میشیم. یک گروه شما و شما با سرجوخا، شما با من میایم. به این ترتیب که یک تعدادی ما از اون بر از اون نقطه ب حرکت میکنیم، میریم اونجا نقطه اون طرف که نقطه بی باشه، از اونجا سی آ، از اونجا اونجا از آ میریم به بی. حواس دشمن را پرت میکنه. حواس دشمن که پرت بشه، یک جوره البته باید بریم که نبینه ما را. او حواسش اون بر هست، یک تعدادی از این بر میریم اونجا تپه را محاصره میکنیم و چکار میکنی؟ پرچم اونجا به اهتزاز در میاری. با دشمن فرضی میجنگیم. و بخشید اون وقتی این تفنگ فرضی هم ندارن. این دشمن فرضیه تفنگاش هم ندارن. دشمن فرضیه دیگه، تفنگ ندارن. ببینم، یعنی دشمن فرضی تفنگش هم فرضی بید دیگه. حالا ممکنه یه وقت دشمن فرضی تفنگ واقعی داشته بید، او وقت چی بشد؟ راست بگو. ها ما به دشمن فرضی تفنگ واقعی نمیدیم. خیالت راحت باشه. حالا یه وقت آمد اشتباهن ای دومن حلقتا بسیار خوب، مانور الان شروع میشه. بریم ببینیم چه کار میکنید. از توی هایی جاده بیا. دشمن فرضی الان نگاه نکنه. قایم بشو. قایم تو بخوا پشت ای تپه. خدا اینا چقدر آخه شمپت هستن. سرجوخا من همه نظران دیوانه میکنن. من این که تم آقا یا تو اونجا سنگر بگیر. شما خودت تعامل کنین درست میشه. تو بده و تفنگ بده من لاقل یک تیر تو پای همین بزنم. اینه من از میان بردارم بقیه عبرت بگیرم. بده تفنگ. نه خوبیت نداره یا برخان. بالاخره شما عادت میکنید. شما هم بیدی نیستید که با این بادا بلرزید. غلط کردن همه اینا رو آدم میکنم. حالا اجازه بده من جواب در ویا بشم. آدم نکنم من تو نباشم. یک بلای من سر اینا در میارم. اینا منو بیچاره کردن. آخرش من یکی از اینا رو میذارم میکشم. من خیلی خطرناک میتونه. و گویم که ایده ما اینا را رفتیم جاده را تصرف کردیم. مو پرچم اونجا از خودش احتزاز در بکردم. خدای توبه. خیلی خوب آقا جان، خیلی خوب. را بیفتین آقا، شما از اون ور را بیفتین، شما هم از این طرف را بیفتین، بریم به طرف تپه بریم، چه غلطی میتونیم بکنیم آقا. حرکت کن. خودم دشمنو بکشم. بده تا از پشت تپه. خب چی میخورین؟ من نخود گلاسه بخوام. دوتا نخود گلاسه لطفا. خیلی بعد از ظهرهای برره خوبه، خیلی آرامش داره. من یعنی بعد از ظهرهای برره رو با هیچ چی عوض نمی کنم. منم به خاطر همینه که اینجا رو با هیچ جای دنیا عوض نکنم. ای کاش میشد که پدرم رو راضی کنم دوباره برگرده اینجا. بوات مرد خوبی بید، فقط یکم چرمنگ بیدم. اصلا دوست ندارم به پدرم توهین میکنی. چی بی دنبال بهانه وگردی ها؟ و خواهی یه زن دیگه وگیری ها؟ زن کدو بخانم؟ پس چه؟ یادت ورفته هفته پیش ورفتیم پیش بلقیس ازت وپرسید حالت چطور بید و گفتی خوب بیدم؟ که چی؟ چرا نه و گفتی خوب بودم و خواستی صمیمیت اضافه از خودت در بکنی ها؟ ای بابا خانم بعد از ظهرمونو خراب نکن دیگه. نشستی یه نخود گلاسه بخوری؟ و ببین شیر فرادینا اومده مثل اینکه بلایی سرشون اومده. الان نظر این پای
خودم جلوشونو بگیرم. دیگه تموم بشد ملی جک، ما نجات یافته بیدیم. برو برو. امه خاک بچو شیخ فرهاد چه شده؟ شیر فرهاد چی شده؟ با من حرف بزن. غافلگیر و شدیم، از شکست و خوردیم. از کی شکست خوردیم؟ از همی دشمن فرضی. ای جان نثار ما رو رفت لو و داد به دشمن فرضی، من ودونم. بعد همی ملول و او یکی اینا گم شدن، فکر کنم اسیر وی گوشلنس جه. بدبخت شدیم. ای بابا این نخود گلاس هام خوشمزه بیدا. بله خیلی خوبه. دو تا دیگه از این وده. آقا من چه کار کنم از دست این شم پیدا؟ من موندم که نه چجوری زنده موندن با این عقل. عقل حجم عقل اینا اندازه یک نخود نیستم. ای بینه داره قربان. کاملا درکتون میکنم. بگو هم یا بر تورل و فرمایید نخود گلاس ها ببند حلقتا. قربان عادت میکنیم اینا همینجوری هستن. همه تقصیر تو هستن. تو اگر میذاشتی که من یک تیری بزنم تو پای این نامرد، دل من خنک میشد. این بلا سر من نمیاد. تو نمیذاری که من اینا رو آرام بکنم. اما تو چرا عادت میکنم؟ بگو